سلام سلام، من خدا هستم. آره، خدا. امروز میخواییم در مورد قوانین طبیعت صحبت کنیم. آیا وجود قوانین طبیعت نشانه وجود خداست یا نشانه عدم وجود خدا؟ بگذارید یک شبیه سازی کنیم. فرض کنید این فضای زندگی موش آزمایشگاهی ما باشه. یک دستگیری آبی رنگ اونجا هست که هر وقت موش اتفاقی به اون برخورد کنه یک گردو به داخل خونش میفته. در مدت کوتاهی او یاد میگیره که رابطه‌ای بین گردو و اون دستگیری آبی وجود داره. او قانونی رو کشف میکنه، اینکه هر یک باری که دستگیره رو بزنه یک گردو جایزه میگیره. یک ضربه یک گردو، 10 ضربه 10 گردو. بهتر از این نمیشه. حالا فرض کنید من به محیط بسته این دنیای موش وارد میشم و در اون دخالت میکنم. اگه به دستگیره برخورد کنه من براش یک گردو میندازم. دفعه بعد گردویی نمیندازم. عشقم نمیکشه گردو بندازم. و دفعه بعد بدون اینکه به دستگیره ضربه بزنه 2 تا گردو میندازم. شایدم 3 تا بندازم. دیگه آقا موشه هیچ قانونی نمیتونه پیدا کنه، چون دیگه نظم و قانونی وجود نداره. به خاطر اینکه من از بیرون محیط موش به داخل اون دخالت کردم. جهان هستی هم مثل این مثال میمونه. محیط اون بسته است، یعنی هیچ کس نمیتونه از خارج از این محیط به داخل اون نفوذ کنه. برای همین قوانین طبیعی وجود دارند. قانون ریاضی اعتبار داره. ولی اگر خدایی مثل من می بود که از خارج محیط جهان هستی دخالتی می کرد، دیگه قانون طبیعی معنا نداشت. اون وقت اگه آدمی از پشت بام بیفته زمین می خوره. اگه خدا بخواد زمین نمی خوره. یا اگه خدا بخواد با شتاب بیشتری زمین می خوره. معلوم نیست، هرچی خدا بخواد. دیگه ممکنه 2 تا 4 تا بشه، یا اگه خدا بخواد 5 تا بشه، یا هرچی که خدا بخواد. یعنی بی قانونی، یعنی بی نظمی، یعنی وجود معجزه. اون وقت یعنی خدا وجود داره. ولی در حقیقت محیط جهان بسته است. نظم و قانون وجود داره، یعنی خدا دخالتی نداره. بود و نبود خدا تأثیری در این جهان نداره. رفتار این جهان نشون میده که از خارج از محیط این جهان هستی هیچ نیرویی وارد نمیشه. او یک نکته کوچولو. ممکنه بگید خب اگر این شبیه سازی جهان هست، خب من که سازنده این شبیه سازی هستم به جای کی بودم؟ به جای خالق هوشمند این جهان؟ نه، اشتباه نکنید. ساخته شدن یک چیز ممکنه که نیاز به سازنده هوشمند نداشته باشه، ولی ساختن شبیه سازی شده همون چیز حتما سازنده هوشمند میخواد. مثال بارز اون همین بیگ بنگ هست. انفجاری که خالقی نداشته، یک انفجار بوده، ولی شبیه سازی اون انفجار در اروپا در محفظه‌ای در زیر زمین قطعاً سازندگانی دانشمند و هوشمند داشت.